اون چیزی که ما در زندگی خودمون هدف باید قرار بدیم، اون چیزی که باید در زندگی خودمون براش هم و غم داشته باشیم، عاقبت و نهایتی است که ما به اونجا سرمنزل ما هست، در اونجا استقرار ما هست، در اونجا دوام و خلود ما هست. در این میان زندگی ما یک عرصه‌ای برای گذشت هست، برای یک مسیری هست که باید ما رو منتهی کنه به اونجا. اگر بتونیم در این مسیر توشه آخرت رو جمع کنیم، خب طبیعتاً در اون آخرت ثمره این سعی و تلاش خودمون رو دریافت خواهیم کرد. اما اگر بخوایم در همین جا، در همین لحظات لذت خودمون رو ببریم، خب طبیعی هست که دیگه در آخرت ما اون لذت رو نباید متوقع باشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی میگن که میفرمایند که آتش جهنم با سه قشر از مردم برافروخته میشه. جالب اینجاست که این حدیث، این اقشار غیر مسلمان ها نیستند، یعنی فقط به خاطر اینکه انسان مسلمان باید عبرت بگیره و بسیار جدی باشه در عمل کرده خودش. میگن یک طیفی هست، یک مجموعی هستند که به حساب خودشون قربانی دادن یا فداکاری کردن، حتی جان خودشون رو دادن. و اینا میگن یا الله ما که جون خودمون رو دادیم. میگن نه، شما جون فشانی کردی، به خاطر به شما میگن شجاع هستید. گفتن در نتیجه گفته میشه که در آتش بندازید اینا رو. اجر دنیا رو میخواستن بهشون رسید، ثواب دنیا رو میخواستن، پاداش دنیا رو میخواستن بهشون بهش رسیدن. طیف دومش کسانی هستن که صدقه میدن، در واقع به خاطر اینکه بهشون میگن آدم دستبازی هست، بازم میگن یا الله ما که دستبازی داشتیم و در راه تو صدقه دادیم. یا بله این کارو کردید، ولی گفت کردید به خاطر اینکه به شما گفت بگن که چه آدمای دستباز و خیری هستید، که گفتن و بهش رسیدید و نتیجه رو گرفتید. اینا هم به همین صورت در عذاب الهی و عذاب الهی گرفتار میشن، و به همین صورت طیف سومی هستن که علم میگیرن، دانش میگیرن و میآموزن. باز هم میگن ما علم دینی گرفتیم، آموزش دادیم، مردم رو دین یاد دادیم. الله متعال میگه بله شما علم رو گرفتید، و به شما که بگم به شما عالم و گفتن، موقعیت گرفتید، مقام گرفتید، شهرت گرفتید، امتیاز گرفتید و تموم شد. برای این روز که شما سعی و تلاش نکردید، برای آخرت و عاقبت که علم رو کسب نکردید یا آموزش علم ندادید. هر عملی که انسان هدف آخرت رو ازش حذف بکنه و نیکم باشه ولی دنیا براش مهم باشه، در دنیا بهش میرسه، نتیجهش رو به دست خواهد آورد. نظام الهی اینطوری هست، ولی به طور طبیعی نه، و توقع داشته باشه که در آخرت هم باز بتونه نتیجه رو به دست بیاره. چون از ابتدا آخرت براش مطرح نبود. اون کسی که آخرت براش هدف باشه، به طور طبیعی در دنیا هم الله متعال براش اسباب خیر رو فراهم خواهد کرد. این اصل بسیار مهم و محوری هست در فعالیت‌های اجتماعی و دینی ما که باید در نظر بگیریم، تا خدای نکرده باعث ضایع شدن عمل و کردار و رفتار صحیح و درستی که در واقع مشروع هست و مطابق با خواسته دین هست، ولی متاسفانه نیت و اراده درستی رو در پی نداره. من یورد ثواب دنیا نؤتیه منه، کسی اجر ثواب دنیا رو بخواد بهش میدیم، و اون کسی که اجر ثواب آخرت رو هم بخواد بهش میدیم. و الله متعال اون کسی که شاکر و سپاسگزار الله متعال در قبال نعمتهاش باشه، در قبال هدایتی که بهش داده باشه، الله متعال به پاداش دائم و پایدار رو بخواد.